نکنه عجزتون با خداوند تبارک و تعالی. خدا یار نگهدارتون آقا روح الله عزیز. خدا نگهدار شما. خداحافظ شما. دکتر تیوسین، مطالبی که شما ارائه فرمودین بحث سوره فاتحه بود، حالا نمیدونم صدای دوست عزیزمون شنیدین فکر کنم، اگر دوست دارین تعلیقی مطالبی ارائه بفرمایید بفرمایید. نه اصلا من کاملا با فرمایش شما موافقم، اصلا به نظر من هیچ نیازی نیست که انسان خودش رو شیعه یا سنی به خود معرفی کنه، وقتی خداوند ما رو مسلمان نامیده ما چه هستیم که بخواهیم عنوان دیگری برای خودمون بگذاریم، چه میخواد شیعه باشد میخواد سنی باشد. تنها چیزی که شاید من بتونم اضافه کنم به فرمایش شما این است که فکر میکنم ایشون فهمیدن که ما حتی نمازمون رو هم اونجا نمی کنیم که مشکلی پیش نیاد. دوست عزیز، نماز امر واجبی و نماز خواندن نیازی به جزئیات مذهبی آنچنانی ندارد. نماز خواندن سوره فاتحه است و رکوع و سجود است و تشهد و سلام. حالا اگر که شما تصور میفرمایید که اگر به یه نحو خاصی بایستید یا اگر که از وسیله خاصی استفاده کنید یا نکنید برای نماز ممکن این حساسیت ایجاد بکنه، خب میتونید اونها رو کنار بگذارید، میتونید به اون نحو خاص نیستید، اینها جلوی نماز خوندن رو نمیتونه بگیره. نماز انسان همیشه باید بخونه. این مطلب فراموش کرده بودم تاکید یادآور بشم، اونم این که قطعا نمیتونه و حتی میتونه دست هم نبندن. حالا اگر به هر صورت کسی اعتقاد داره که دست بستن سنت رسول خدا صلی الله علیه و سلم، پیامبر خدا اینگونه دست بسته و خلفا راشدین ابوبکر عمر و عثمان علی دست بستن، میتونه دست نبنده و دست بستن جزو سنن نیست که اگر نبنده اشکال نداره. و با این وضعیت فرمایش شما نماز به هیچ عنوان نمیتونه از وقتش بگذره و حتی در گوشه‌ای در حالا راهروی جایی پارک جایی پیدا بکنه و نمازش رو بخونه. میبخشید این اینجا حواسم نبود دکتر و تشکر میکنم که این مطلب رو یادآوری فرمودید. بله. خب نمیدونم دکتر اگر مطالبی در رابطه با بحث تفسیر سوره فاتحه که غیر المغضوب علیهم ولا الضالین رو مطرح فرمودین و بحث افراد و تفرید رو مطرح فرمودین باقی مونده یا اینکه مطلب جدیدی در همین زمینه شروع کنیم؟ من که در ادامه این مسئله میخواستم این مسئله رو عرض کنم که یکم نکته هست که شاید برای بعضی از دوستان جالب باشه که ببینید وقتی که ما میگیم که راه اعتدال همون صراط مستقیم است و بعد میگیم صراط مستقیم عبادت خداونده، ما وقتی میخواییم که بنده خدا باشیم، چون عبادت از عبد میاد دیگه، یعنی بندگی خدا کردن، برای اینکه بنده خوبی برای کسی باشیم باید تا جایی که میتونیم سعی کنیم خودمون رو با روش اون شخص نزد روش اون شخص نزدیک بکنیم. بله. اگر بنده نوکر یک آقایی هستم که این آقا دوست داره همه چیش منظم باشه، خب منم باید سعی کنم منظم باشم دیگه. اگر من نوکر یه آقایی هستم که این آقا مثلا فرض کنید که از ورزش خوشش میاد، خب منم به ناچار مجبورم با ورزش سر و کاری داشته باشم تا بتونم نوکری این آقا رو بکنم. حالا وقتی من بنده خدا هستم باید که تمام کاری بکنم، روشی داشته باشم که مطابق روش خداوند باشه. حالا جالبه که ما به خداوند اسماء الله رو نگاه میکنیم ببینیم روش خداوند هم اعتداله. الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. ببینید چگونه اسماء متفاوت الهی هر کدوم با یک وضعیتی، هر کدوم با یک خاصیتی کنار هم دیگه آمده. ما جبار و متکبر داریم، سلام و مؤمن داریم، رحمان و رحیم داریم، قهار داریم، خداوند تمامی این اسما رو داره و همه اونها مال خداوند و همه اونها در جای خودش معنی پیدا میکنه. این اعتدال خداونده به عنوان خالق من. خب من از این چه درسی باید بگیرم؟ درسی که من از این میگیرم اینه که ما انسان ها، ما مسلمان ها هم باید این دونه باشیم، باید بدانیم که در هر وضعی، در هر شرایطی، در اساس اون شرایط و وضع بکنیم عمل بکنیم و این اعتدال رو در خودمون به وجود بیاریم. اون زمانی که نیاز داره که رحمت داشته باشیم از خودمون قهر نشون ندیم و اون نیاز زمانی که نیاز داره قهر داشته باشیم از خودمون رحمت نشون ندیم. و بعد شما نگاه بکنید سوره الرحمن، این سؤالی که در سوره الرحمن آمده چقدر زیبا و چه نکته
بحث عظیمی در این سؤال داره میاره که میگه و سماع رفعها و وضع المیزان، خداوند آسمان را برافراشت و میزان رو وضع کرد، در اونجا که میزان در واقع نوعی اعتدال. بعد میفرماید الله تطغوا فی المیزان، تا شما میزان رو رعایت کنید و طغیان نکنید در حفظ میزان. و بعد میگه و اقیم و الوزن بالقسط، میاردش بحث و پایین پایین به یک مثال بسیار ساده نگه داشتن اعتدال و میزان. این ظروفی رو، این موادی رو که شما میفروشید، اینها رو وقتی وزن میکنید برای فروش، اینها رو درست وزنش کنید. من نتیجه که از این میگیرم اینه که خداوند در خلقتش میزان رو گفته من گذاشتم، و بعد در بحثی بسیار جزئی مثل وزن کردن مادهی که میخوام بفروشم گفته شما باید میزان رو رعایت کنید. پیامی که من از این میگیرم اینه که من به عنوان یک مسلمان، بلکه به عنوان یک انسانی که خداوند رو عابد هستم، باید در تمام جنبه های زندگی این میزان و اعتدال رو قرار بدم. برای اینکه خداوند در این آیه میزانی رو که در آسمان هست، بعد از اینکه میگوید آسمان رو برافراشتم، صحبت از میزان میکنند، بعد بحث از این بالا میکشدش پایین تا میرسه به این کوچکترین چیزی که ممکنه به ذهنمون برسه به عنوان مثال، و اون هم در خرید و فروش هست که باید میزان رو رعایت کنیم. یعنی این همه چیز رو در بر میگیره. من وقتی این خدا رو دارم، وقتی که در همه چیز خودم از بزرگ تا کوچک این میزان رو و این اعتدال رو رعایت میکنم. خب دکتر اگه اجازه بدین، یکی از دوستان و همکاران عزیز استاد قاسم درانی از انگلیس پشت خط داریم، مطالبی ببینیم ایشون ظاهرا اضافه برای مطالب دارن، مطالب ایشون رو بشنیم، مطالب ان شاء الله ادامه بعد از فرمایشات ایشون ادامه خواهیم داد. آقای درانی بفرمایید. جناب آقای درانی، جناب استاد قاسم درانی بفرمایید. اگر قطع شده به ما اطلاع بدین. خب استاد، نمیدونم مطالبی باز هم در این بحث عدالت پروردگار و رعایت کردن عدل در بین انسان ها باز هم مطالبی باقی مونده، یا اینکه من چون ابهامی هنوز در یه مورد دیگه برام باقی موند، یا میخواستم اونو بپرسم. خواهش میکنم، نه در خدمتتون. بله، شما مطالب جالبی اشاره فرمودین در بحث سوره فاتحه که فرمودین غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، و دقیقا ما میبینیم که خود، حالا اشاره فرمودین که مفسرین این رو یهودیا و مسیحیا دونستند، البته همونطور که فرمودین اگر مسیحیا و یهودیا راه حق را بپذیرند و توبه بکنند، دیگه قطعا شامل این آیه شاملشون نخواهند شد. اما خداوند در قرآن برخی از ویژگی‌های یهودیت غیر از اعتقاداتشون در باب احکام ما می‌بینیم که این مطلب مطرح میشه که یکی از ویژگی‌های یهودیت این بود که یکتمون ما انزل الله، اون چیزی که خداوند نازل کرده کتمان میکنن، و یا احکام را سعی میکنن یحرمون ما حل الله، چیزایی که خداوند حلال کرده حرام میکنن و چیزایی که خداوند حرام کرده رو حلال میگردنن. برعکسش مسیحی ها، ما میبینیم که مسیحی ها چنان در دین چنان افراد کردن، بدعت ها را به نام دین گذاشتن، خرافات را به نام دین گذاشتن، حتی کشیش هاشون و علماشون ما میبینیم که از زیورالات و از مباهات دنیا روی برمیگردونه، برای اینکه به نحوی فکر میکنه که این وضعیت یعنی خودش یک نوع عبادته. این هم میتونیم در قالب غیر المغضوب علیهم ولا الضالین جا بدیم؟ بله، من فکر میکنم که این موارد که شما گفتید در واقع نتایج طبیعی این مواردی هست که من درست کردم. وقتی که کسی عصیان خداوند میکنه و نافرمانی خداوند میکنه، البته که در این عصیانی که میکنه آیات خداوند رو هم کتمان خواهد کرد، البته که حلال خدا رو حرام خواهد کرد، حرام خدا را حلال خواهد کرد، البته که کلمات خداوند جا به جا خواهد کرد. اینها در واقع نتایج طبیعی عصیان بر علیه خداوند. و باز از این طرف کسی که
خدمت شما عرض کنم.